بر شما دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. رخ دادن دوره شما زود یا بسیار دیر میتواند کلید تشخیص سایر اختلالات باشد. بسیاری از افرادی که دوره های نامنظم دارند دلیل اون را نمیفهمند که در این ویدیو ما قصد داریم به شایع ترین دلایل بروز دوره نامنظمی در دوران پریود اشاره کنیم. در ادامه برای دیدن این ویدیو با من رکسان افشار همراه شوید. پس ویدیو رو همین حالا لایک کنید و در ادامه با من همراه باشید. مشکلات تیروئید. اختلالات مربوط به فعالیت غدد تیروئید عوامل عمده از دوره‌های نامنظم هستند. با توجه به اینکه این ارگان هورمون‌های مهم را تولید می‌کند، اختلالات تیروئید با حداقل 15% دوره‌های نامنظم مرتبط میشه. بعضی از آنها غده سرطانی را در نظر می‌گیرند، زیرا این کار برای کنترل سیستم غدد درون‌ریز، سوخت و ساز و فعالیت جنسی انجام می‌شود. آلرژی و حساسیت غذایی. عدم تحمل غذا و آلرژی ها به ایجاد بی‌نظمی در چرخه قاعدگی کمک زیادی می کنند. اونها تقریبا همیشه فعالیت غدد آدرنال را به خطر می اندازند که باعث افزایش استرس و عدم تعادل در هورمون های جنسی می شود. کمبود غذا. رژیم غذایی ضعیف در آنتی اکسیدان ها، ویتامین ها، مواد معدنی میتونن سطح کورتیزول رو افزایش بدن و منجر به اختلالاتی مثل کمکاری تیروئید و خستگی بشن. سطح کورتیزول بالا فقط باعث افزایش استرس نمیشه. اونها همچنین فعالیت های بسیاری از هورمون های مهم از جمله هورمون هایی که مسئول فعالیت جنسی هستند رو مهار میکنند. قرص های ضد بارداری. ممکنه فکر کنید قرص های ضد بارداری موجب منظم شدن پریود شما میشه، اما زنانی که از انواع مختلف قرص های ضد بارداری استفاده میکنند پریود رو در یک دوره معمول 28 روزه تجربه نمیکنند. به این دلیل که این داروهای ضد بارداری مقدار زمان بین دوره ها رو به تاخیر میاندازند. هنگامی که شما قرصهایی از نوع فعال را برای بیش از 21 روز مصرف می کنید، رحم شما ثابت باقی می مونه. وقتی قرصهای غیر فعال را شروع می کنید، سطح هورمون ها کاهش می یابند و پریود می شید. اما این پریود همانند عادت ماهیانه زنانه ای نیست که از قرصهای ضد بارداری استفاده نمی کنند، چون این پریود توسط دارو و نه فرایندهای طبیعی ایجاد می شه. به این معنی که ممکنه شما یک خونریزی معمولی رو تجربه نکنید. سندروم تخمدان. در یک دوره معمول پریود هر تخمدان تقریبا 5 فولیکول ایجاد میکنه و اون فولیکول ها برای تبدیل شدن به آن فولیکول غالب که تخمک بالغ رو در تخمک گذاری آزاد میکند رقابت میکنند. زنان مبتلا به سندروم تخمدان اغلب دارای فولیکول های اضافی هستند که باعث میشه این روند طولانی تر از معمول باشه. اگر تخمک آزاد نشه به این معنی هست که پریود نمیشید. سایر علائم سندروم تخمدان افزایش وزن و سطوح تستوسترون مثل هورمون اندروژن که میتونه باعث رشد موهای ضخیم بر روی صورت و سینه ها بشه. اما حتی بدون این علائم نمیتونید منکر سندروم تخمدان بشید. زنانی هستند که دارای اضافه وزن و موهای زائد نیستند، اما پریودشون نامنظم هست و سونوگرافی نشون میده که دارای فولیکول‌های بیش از اندازه هستند. داشتن استرس. داشتن استرس و اندازه استرس از نظر روانی بر دوره قاعدگی تاثیرگذار هست، چون آنچه که به عنوان عامل استرس در نظر گرفته میشه در هر زنی متفاوت هست. سفر یا سرکار داشتن با یک شغل چالش برانگیز میتونه قاعدگی یک خانم رو برای یک هفته به تاخیر بندازه یا حتی باعث زودتر پریود شدن بشه، اما ممکنه بر زن دیگه تأثیری نداشته باشه.
نوسان وزن. کاهش وزن زیاد بیش از افزایش وزن موجب تغییر در قاعدگی میشه. هرچند اگر افزایش وزن با سایر شرایط مثل سندرم تخمدان مرتبط باشه، میتونه اثرات مشابهی به همراه داشته باشه. تنها 10% کاهش وزن موجب منظم شدن دوره پریود و 1% اضافه وزن باعث تأخیر یا عدم پریود شدن می شود. و یائسگی. در آمریکا میانگین سن زنانی که یائسگی را تجربه می کنند 51 سالگی هست، اما بسیاری از زنان شروع تأخیر در دوره عادات ماهیانه خود را از اواخر دهه 40 زندگی تجربه می کنند. بنابراین به جای 28 روز استاندارد بین دوره‌های پریود، ممکنه پریود آنها 36 یا 48 روز به تعویق بیفتد. اگر سن شما کمتر از 45 سال هست و پریود شما کاملا متوقف شده، ممکنه در مراحل اولیه یائسگی باشین یا نارسایی زودرس تخمدان را تجربه می‌کنید. قده هیپوفیز. زنانی که از سردرد، تاری دید و ترشحی از سینه حتی در زمانهای غیر شیردهی رنج میبرند و همچنین در دوره های پریود نمیشند، بهتر است برای بررسی این موضوع به دکتر خود مراجعه کنند. دیابت و تیروئید. عوامل دیگری مانند بیماری دیابت و تیروئید میتونن موجب تأخیر در قاعدگی یا عدم پریود شوند. بسیاری از زنان به دلایل مختلفی گاهی اوقات تخمک گذاری نخواهند داشت و این میتونه موجب عادت ماهیانه زود یا با تأخیر شود. در نهایت مهمه که به این موضوع توجه داشته باشین که خونریزی واژینال بعد از یک دوره تأخیر ممکنه همانند خونریزی‌های ماهیانه که شما انتظار دارید نباشد. هر خانمی خونریزی شدید و درد پس از یک دوره پریود نشدن یا مستعد بودن آزمایش حاملگی را تجربه می‌کند، باید به دکتر مراجعه کند. همه خونریزی‌ها نشانه عادت ماهیانه نیستند، به خصوص در موقعیتی که مشکلی وجود دارد. ورزش شدید. ورزش شدید میتونه بر تغییرات غده تیروئید و غدد هیپوفیز تاثیر بذاره که معمولاً با تغییرات قاعدگی ظاهر میشند. به طور کلی 81% از بدنسازان زن دوره نامنظم در برخی از زمانها در زندگی خود داشتند. عدم تعادل هورمونی. عدم تعادل هورمونی مانند آنهایی که ناشی از سندرم تخمدان هستند، یک علت شایع در موارد بی‌نظیر سیکل قاعدگی هست. این وضعیت باعث تغییر سطح هورمون‌های جنسی از جمله استروژن و تستوسترون میشه. در نتیجه چرخه‌های قاعدگی نیز تغییر پیدا می‌کنند و به نوبه خود علائم دیگری مثل رشد غیر طبیعی موی بدن، آکنه و تغییرات ناگهانی وزن را ایجاد می‌کنند. یکی دیگه از مسائل هورمونی که باعث آن می شود یائسگی زودرس و یا به عبارت دیگه یائسگی است که قبل از 40 سالگی شروع می شه. در این حالت دوره های نامنظم با این موارد همراه هستند: خشکی واژن، عرق شبانه، نوسانات خلقی دائمی. ممنون از شما دوستان عزیز از دیدن ویدیو. امیدوارم که این ویدیو به درد شما عزیزان خورده باشه و ازش استفاده کرده باشین. دوستان از اگه ویدیو رو دوست داشتین فراموش نکنید که حتما لایک کنید و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.